أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك عبده علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا. تا کنون روشن شد که خواسته اولیه وجود مبارک زکریا سلام الله علیه فرزند صالح بود، زیرا به استراحت در آیه سوره آل عمران آمده است که فهنالکه دعا زکریا که حبلی من لدن که ذریتن طیبتن. مسئله وارث بودن و ارث بری و امثال ذالک اینا قرینه است که مقصود از این ولی فرزند است. در سوره مبارکه آل عمران چون سخن از ذریه است، دیگر سخن از قرینه نیست. آیه 38 سوره مبارکه آل عمران این بود که هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبه. دیگه یرثونی و یرثو من آل یعقوب لازم نبود، برای اینکه این وارث بودن و ارث بردن قرینه است، برای اینکه منظور از ولی فرزند است. ولی وقتی کلمه ولی به کار نرفته، نیازی به قرینه نیست، دیگه سخن از ارث مطرح نشده، ذریتن طیبه. اما در آیه محل بحث در سوره مبارکه مریم کلمه ذریه نیامده، کلمه ولی آمده. این ولی چون صریح در فرزند نیست، نیازی به قرینه داشت. اون قرینه اینه که من وارث میخوام. ارث ظهور اولیش در ارث مال دیگه، مال فرزنده. مسئله ارث نبوت، ارث علم، ارث حکمت و امثال ذالک برخی از مفسران اهل سنت نقل کردن، همه اینا محتاج به قرینه است. پس خواسته اولی وجود مبارک زکریا فرزند. ذات اقدس اله هم بشارت داد، یا زکریا انا نبشرو که به غلام. یعنی اصل دعای شما را خدای سمیع و دعا شنید به ترتیب یک و ترتیب اثر داد به اون اعطای فرزند است. و اون فرزند پسر است نه دختر، و در حد غلام بودن هم میماند. این چنین نیست که در دوران نو زادی مثلا رخت بربندد، به حد غلام شدن میرسد. و نام او را هم خود ما گذاشتیم، به شما پدر و مادر او هستید واگذار نشدید. و یه نام خوبی هم انتخاب کردیم که این نام سابقه ندارد. این 5-6 مطلب را ذات اقدس اله به عنوان کرامت به زکریا گفت. یا زکریا انا نبشرو که، یعنی سمعنا و عجبنا، تو گفتی خدا سمیع و دعاست، راست گفتی، ما شنیدیم. شنیدیم نه یعنی شنیدن تکوینی کما مره، چون خدا همه حرفا را، کذب و غیبت و تهمت و افترا را میشنود، چون به کل شیء سمیع است، چون که دعا و مناجات را میشنود. انک سمیع و دعا نه یعنی میشنوی، یعنی گوش به حرف ما میدی، حرف ما مورد قبول شماست. که در تعبیرات عرفی هم میگیم فلان کس حرف ما رو میشنود، یعنی قبول میکنه. نمیشنود یعنی دستگاه فیزیکی گوش او شنواست، این که منظور نیست. وقتی ما در دعا هم میگیم انک سمیع الدعا، یعنی خدایا تو بزرگواری به کرامتی که داری اینه که حرف ما رو گوش میشنوی، ترتیب اثر میدی. این ترتیب اثر دادن که در کلام زکریا سلام الله علیه بود با این 5-6 کرامت همراه بود. خدا فرمود بله من ترتیب اثر میدم و اون این است که به تو فرزند میدم،
اون فرزند پسرم هست، تا به دوران غلامی و مثلا نوجوانی و جوانی اینها میرسد و انتخاب اسم را هم به عهده خودم گذاشتم، به شما واگذار نکردم، یه اسم بی سابقه هم برش گذاشتم. این 5-6 کرامت است که به شما دادم. یا زکریا انا نبشرو که به غلام اسمه یحیی. این مظهر حیات ماست. شما تو بحث روایات میبینید در قیامت بین صفین مرگ را احضار میکنن. مرگ به صورت کبش امره در میاد و وجود مبارک زکریا این مرگ را ذبح میکند، یعنی مرگ را میمیراند. کسی که مظهر حیات است و عامل حیات است و یحیی است، این مرگ را باید بمیراند. مرگ یعنی تحول. وقتی مرگ مرد یعنی انسان به دارالقرار میرسد، دیگه هیچ موتی نیست. انسان مرگ را میمیراند، نه اینکه مرگ انسان را بمیراند. ما به حد میرسیم که تحول و تغییر و دگرگونی را میمیرانیم و از بین میبریم و به دارالقرار میرسیم و ابدی خواهیم بود. بنابراین این کار یعنی ذبح مرگ به دست یحیی سلام الله علیه است، طبق تعبیرات قرآن دروایان. و این سید حسور است و همسرم انتخاب نکرده. این 5-6 کرامت را خدا در اجابت همراه کرده به غلام نسبه و یحیی. ما باید اسم قرار بدیم و ما یه اسم بی سابقهی برای انتخاب کردیم. لم نجعل له من قبل سمیا، برای او همنامی ما انتخاب نکردیم. بعد از وجود مبارک یحیی عده زیادی به یحیی نامیده شدند، اما قبلا کسی یحیی نبود. این اسم بی سابقه بود که ما انتخاب کردیم. سمی یعنی همنام. گاهی سمی به معنای همنام است مثل اینجا، گاهی هم سمی به معنای مسیر، نظیر، مثل و مانند است. چون که در همین سوره مبارکه مریم آمده به این که هل تعلم له سمی، یا برای خدای سبحان سمیگی نیست، همنامی نیست. منظور از نام یعنی اگر خدا رب است موجود دیگر رب نیست، اگر خدا خالق است موجود دیگر خالق نیست، و اگر غیر خدا را دیگران رب گفتن این هیه لا اسماء سمیتوها ما انزل الله بها من سلطان، که سوره مبارک ابراهیم مانندان این بحثش گذشت. می‌فرماید این رب مال خداست. خدا سمی و همنام ندارد که یک موجودی دیگری هم رب باشد. و اگر این ارباب متفرقون را، اگر این اسنام و اوثان را شما ارباب گفتید، این یه لفظی است که زیرش خالیه. این رب و باب مشدد رو بر لفظ جاری میکنید. این یه مفهومی دارد که در ذهن هست، اما این مفهوم زیرش خالیه. این هیه لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله، مثل کلمه عدم. این کلمه عدم که عین و دال و میم است یه لفظ است، یه مفهومی دارد به معنی نیست و نیستی. این که مهمل نیست، مستعمل است، بس شد، معنا هم دارد. ولی این مفهوم زیرش خالیه. یه چیزی در خارج باشه بگیم هذا عدمون، این چنین نیست. این مفهوم از هیچ چیز حکایت نمی کنه. این عدم الحکایه را ما حکایت عدمی می پنداریم، از حکایت نیست. این مفهوم زیرش خالیه. فرمود این که شما اسنام و اوثان را رب نامیدید، ارباب متفرق قار شدید، این اسم بی مسماست. این المفهوم زیرش خالیه. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. پس خدا سمی ندارد، همنام ندارد. این اسماء مختص به ذات اقدس اله الله که در آیات بعد خواهد آمد که هل تعلم له سمیا. وجود مبارک یحیی مظهر یه همچه خدایی است. خدا سمی ندارد
مظهر او میشه یحیی، او هم سمی ندارد. خصیصه ای که در یحیی شهید سلام الله علیه بود در انبیاء دیگر نبود. بنابراین این پنج شش کرامت را خدای سبحان در باره زکریا و یحیی اعمال کرده است. بله دیگه، با شهادتش دین رو حفظ کرده دیگه. خدا هم که فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، اون با قوت گرفت دیگه. به وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در این مسافرت بسیاری از این مقاطع سفر رو با نام مبارک یحیی میگذرون. میفرمود الا ان من هوان دنیا نقد اهدی رأس یحیی ابن زکریا الى بقیه من بقایا بنی اسرائیل. تو همین سفر کربلا در بسیار از مقاطع نام مبارک یحیی سلام الله علیه را میگوید. خب یعنی مقام برای اوست که برای دیگری نیست. هر کدام از این انبیا یه خصیصه دارد. وجود مبارک نوح یه خصیصه دارد، فرمود که جعلناها آیه للعالمین، که خصیصه نوح برای انبیا دیگر نیست. وجود مبارک عیسی سلام الله علیه با مادرش سلام الله علیها خصیصه دارند که فرمود و جعلنا ابن مریم و امه آیه للعالمین. اینا یه آیه جهانی هست. خصیصه ای که برای یحیای سید حسور هست، خصیصه ای است که برای انبیاء دیگر نیست. اونجور او شهید شده و انبیاء دیگر این خصیصه رو ندارن. هر کدام از اینها یه خصوصیت دارن که انبیاء دیگر ندارن. خب لم نجعل له من قبل سمیا، این بشارتی است که ذات اقدس اله داد. و در سوره مبارک آل عمران اونطوری که گذشت این بشارت معل واسطه بود، برای اینکه نادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرو، که اونگاه وجود مبارک زکریا استعجاباً نه استبعاداً، او خودش منتظر این کرامت بود، ولی شگفت زده عرض میکند که من چگونه فرزند داشته باشم در حالی که نه من نه همسرم هیچ کدام در حد قابلیت نیستیم. اینا استبعاد نیست، اینا تعجب است، شگفتی است، یعنی به به در حال تعجبی حرف میزنن، نه در حال، چون در سوره مبارکه هود این مشابه مطلب اونجا چه مفصل گذشت، اینجا ما دیگه اون بحث مبسوط ارائه نخواهد شد. در سوره مبارکه هود آیه 71 به بعد این است که وقتی خدای سبحان فرستاده‌های خود را برای ابراهیم سلام الله علیه اعزام کرد و لقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعيد حنيف فلما راى ايديهم لا تصل اليه نکرهم و اوجس منهم خیفتن قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط و امرته قائمه، همسرش اونجا ایستاده بود. فزه کرد و بشرناه به اسحاق من برای اسحاق یعقوب قالت، این همسر با اینکه کرامت‌های فراوانی رو با برکت ابراهیم سلام الله علیه دید، عرض کرد اعلد و انا عجوزون و هازا بعدی شیخن، این که همسر من از پیر مرده، منم که پیر زنم، به چه صورت مادر بشیم؟ فرمود قالو اتعجبینه، در شگفت هستی. سخن از تستبعدینه نیست، سخن از شگفتی است. بنابراین اون چرا که اون بانو گفت شگفت زده شد و گفت، اون چرا وجود مبارک زکریا میگوید شگفت زده میگوید، به گفتن است نه چطور میشود. اینها محمول بر تعجب است، استعجاب است، نه استرعاب. اینجا هم وجود مبارک زکریا عرض کرد که رب انا یکون لی غلامون و کانت امرأتی عاقرن و قد بلغت من الکبر عتیا، هیچ جهتی از جهاتی که بتواند
فرزنددار شدن ما را توجیه کند نیست. هم من پیرم، به پیریم به فرتوتی رسیده است. عتو یعنی از حد گذشتن. اگر کسی از حدش بگذرد میگن اتا عتوم، میگه پیری من به عتو رسید، یعنی از حد معمول گذشت. من فرتوتم، از حد میان سالی گذشتم، به حد شیخی رسیدم و به حد فرتوتی رسیدم. این هم که عیال من هست که در دوران جوانی طبق آزمایشی که یه تجربه هایی که ناداشتن عقیم بود و کانت امره نه و امرأتی آقرون و کانت امرأتی آقرا و قد بلغت و منر کبر اتیا. این کسی که رابط بود قال تزالکه، بله این چنینه، جای شگفتی نیست. برای شماها شگفته است، برای ذات اقدس امر عادی است. قال نه، برای اینکه اگر استبعاد بود که عرض نمی کرد ولم اکن با دعای رب شقیا، با جمله اسمیه و با ضرس قاطع از خدا چیزی رو خواست. عرض کرد وضع ما اینه، اینی و همه العبد و بینی و اشتعل رأس و شیبا الان ما ولم اکن با دعای رب شقیا. کسی که اینجور با ضرس قاطع از ذات اقدس اله فرزند میخواهد، معلومش از خدا بعید نمیدونه دیگه. قرض آن است که او یقین دارد که خدا حکم اونچه تو اندیشی، لطف اونچه تو فرمایی. این که امر یقینیست برای انبیا. این انای شگفت زدگان است، نه مستبعدان، نه اینکه بعید است. برای اینکه اون به ضرس قاطع از خدا یه چیزی رو میخواد. اگر به ضرس قاطع از خدا چیزی رو میخواد، معلوم شه که توان الهی را، عنایت الهی را، کرامت الهی را همه رو دیده دیگه. با این قرائن قطعی که نمیشه گفت معاذ الله و استبعاد کرده که. خب این نظیر بهبهیست، چه عجب در سن پیری این تعبیرات. قال کزاله که بله این چنین شد، قصه اینه، خدا تصمیم گرفته. بعد همین کسی که به وجود مبارک زکریا دارد میگد کزاله که بله کار تمام شده است، برهان مسئله رو هم ذکر میکند. فرماد قال ربوکه هوه علیه هیینون. این تنها یک درخواست نیست که یک دعا کننده از خدا چیزی بخواهد و خدا استجابت کند، اینطور نیست. کار انبیا، سیره انبیا آموزنده است. این رو قرآن تشریح بکند تا همگان بدانند که این راه بازه. بالاخره هر کسی توانست این راه را به اندازه خود طی کند به ثمر میرسه. برهانی هم که دارد اقام میکند این است که این کسی که رابط بود، بشیر بلاواسطه بود، عرض کرد کزارکه، بله قضیه از این قبیله. بعد عرض کرد رب تو میفرماید که این کار آسان است، به این دلیل هم سهولت و حیم بودن کار را ذکر میکنن و هم دلیل را. قال یعنی این مبشر برد زکریا سلام الله علیه رسوم. قال ربوکه هو علیه حینون. این که یه زن آغر را، یک پیر مرد فرتوت کهنسال را پدر و مادر بکند برای خدا آسان است. قال ربوکه هو علیه حینون. چرا؟ برای این که مهمتر از این کار را کرده. اون کار چیه؟ این است که وقت خلق تو که، یعنی رب تو به تو میفرماید که من تو را آفریدم، وقت خلق تو که من قبلو ولم تکو شیئا. اگر ذات اقدس اله یه چیزی که معدوم محض است او رو موجود بکند، خب یقینا میتواند چیزی که موجود هست بیه وصفی به او بده. اگر چیزی که لیس تام دارد خدا به او کانه تام میدهد، چیزی که کانه ناقص دارد خدای سبحان به او کانه تام عطا میکند، یعنی فعل را به او عطا میکند.
یعنی قبلا فاقد بود الان واجدش میکنه. این برهان مسئله است. این قالی اولی مال مبشره، این که ارتباط تنگاتنگ با وجود مبارک زکریا دارد، بشارت را آورده و عرض زکریا رسونده. وقتی زکریا گفت به به در این شرایط ما فرزند دار میشویم، قال کزاری که بعد این چینه قضیه تمام شده است، این تمام شد. بعد همین مبشر به یحیی عرض میکند که پیام الهی رو من دارم به شما میرسانم و اون این است که پروردگار تو میگوید این کار برای من آسان است. چرا؟ برای اینکه من مهمترش درباره تو انجام دادم، نه مهمترش درباره دیگری. و قد خلق تو که ولم من قبل ولم تکو شیئا، تو وقتی که هیچ نبودی من تو را آفریدم. خب یک کسی که موجود هست ولی یه وصفی رو ندارد، خب یقینا اعطای وصف به یه موجود آسان تر از آن است که معدومی رو موجود کند. که نه قال کذالک الله یفرمایش، اونجا هم باید همینجوری معنی کرد. بله قال کذالک، این تموم شد. قال ربک، این مبشر دو تا حرف زد، یکی این که در برابر تعجب وجود مبارک زکریا عرض کرد قضیه تموم شده است. بعد برهان مسئله را از طرف خداوند ذکر. خداوند قال ربک، یعنی این مبشری که با وجود مبارک زکریا دارد گفتگو میکند، به زکریا عرض کرد پروردگار تو میگوید این کار برای من آسان است. چرا؟ برای اینکه مهمتر از این را درباره خود تو انجام دادم. قال ربک هو علی حین لما، برای اینکه قد خلق تو که من قبل و لم تکو شیئا. تعجب رفت کند، شگفتی ندارد. پیش شما افراد عادی شگفتی است، ولی پیش ذات اقدس اله امر عادی است. وقتی که عادی باشه شگفت ندارد. کار خدا همیشه این داره دیگه. خدای سبحان دائم الفضل است، دائم الفیض است. علل بریه، چون سوال از هر موجودی دائمی است، پاسخ از طرف خدا هم دائمی است. یسأله من فی کل یوم هو فی شأن. چرا؟ چون یسأله من فی السماوات والارض. این یا آیه است. چرا خدا هر لحظه، یوم نه یعنی 24 ساعت، یوم نه یعنی روزی در برابر شب، یوم یعنی ظهور، چون خود یوم فعل خداست. در هر ظهور خدا کار جدید انجام میده. چرا؟ چون در هر ظهور نیازمند نیاز تازه عرض میکند. کل یوم هو فی شأن لما، چون یسأله من فی السماوات والارض. این سؤالی که مقطعی نیست، این سؤال دائمی است، همگانی است، به همیشگی. هر موجودی در هر لحظه میگه یا رب، چون نیاز مفقیر دیگه، در هستی خود محتاج به اوست. اگر سؤال دائمی است جواب دائمی میخواهد. نتیجه این سوال و جوابی که در صدر و ذیل این آیه نورانی است، همون دعای شبهای جمعه است که دائم الفضل علی البریه است. خب برهان مسئله اینه که خدای سبحان نسبت به شما یک کار مهمتری انجام داده. اینجا برای تعجب نیست، این قضیه رو بازگو میکند تا همگان توجیه بشن. خب چیز تعجبی است دیگر، یعنی شگفتی خداست. بله شگفتی است، نه استبعاد. استبعاد نیست، بعید نیست، ولی خب این معجزه است دیگر، معجزه امر شگفتی دیگه. برای زکریا سلام الله علیه، برای اینکه این زکریا و همسرش در سنی بودن که نمیتونستن پدر و مادر بشن و خدای سبحان بشارت داد، اینا گفتن به به. این بهبه آدم در حال تعجب میگد دیگر. بله خدای سبحان میفرماد به اینکه جای تعجب نیست،
برای که خداوند یک کار مهمتر از این کاری که الان درباره شما کرده قبلا درباره شخص شما کرده بود. وقد خلقت که من قبلو لم تکو شیئا. خب اگر چنون چه لم تکو شیئاست، یعنی تو قبلا شی نبودی. این حرف که معمولا تو برخی از متکلمین هست که قائلا به شیئیت معدوم، یک، به ثابتات ازلی، دو، واسطه بین موجود و معدوم، سه، این تعبیرات گوناگون دارن، برای آن است که بسیار از مشکلات کلامی را چون نتونستن حل بکنن و یه سلسله آرای نپختم از جای دیگر آمده، اینا ملتزم شدن به این که بین وجود و عدم واسطه است و اشیا در حال عدم ثابتن. همین حرفایی که به برخی از متکلمان اسناد داده شد. تعبیر قرآن کریم اونطوری که جناب زمخشری هم تو پشت مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان بهش اشاره کرده، برای ابطال این گونه از آراز که این شی در حال معدوم شی نیست، لا شی است، نکان شیئن لم تکو شیئن است، معدوم در حال عدم شی نیست بلکه لا شی است، لا یصدق علیه شی. فرمود قد خلقت که و لم تکو شیئا، نه اینکه تو در حال عدم شیئی بودی. این برداشت خوبی است که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان دارن. اونا چون تو مسئله علم ازلی گیر کردن که خدای سبحان عالمون قبل الخلق، به معدومات عالم است، چون معدومات معلوم حقن، معلوم میشود که در ازل ثابتن، نتونستن علم ازلی را توجیه کنن، به این حرف تن دادن. و از طرفی هم یه بیان لطیفی مرحوم شیخ اشراق نقل میکنه. این شیخ اشراق تحولی تو فلسفه ایجاد کرد قبل از مرحوم خواجه بود، حتی خواجه نصیر را هم در بعضی از مبانی تابع خود کرد. این شیخ اشراق بفرماد به این که برخی از آرای ضعیفی که در علوم عقلی راه پیدا کرد برای آن است که اون روزهایی که بازار ترجمه رواج داشت، هر حرفی که از یونان می آمد عده قبول می کردن، هر اسمی که یونانی بود خیال می کردن فیلسوفه، هر نامی که در از یونان به ایران به این منطقه می آمد خیال می کردن فلسفه است. این ترجمه بی گدار و آب زده وقتی از یونان به این قسمت خاورمیانه آمد باعث پیدایش این آرای فاسد شد. این حرف جناب شیخ اشراق را مرحوم صدر متعلین تو اسفارم نقل میکنه. الان هم شما میدید بسیاری از آرای خام و نپخته از دیار غرب اینجا میاد، چون بازار ترجمه روانه. خیال بکنن هر کسی در اون طرف آب فیلسوفه و هر کتابی هم که اون طرف آب نمیشن در باره فلسفه است و جهان بینیست و مثل مطلب صحیح. معدوم لا شیء است، نه شیء. و اگر در بعضی از تعبیرات یا دعاها آمده است که اشیا را من الادم خلق کرد، این به صورت قضیه موجب است ولی به سیرت سالب است. و شاهدش هم همین تعبیر سوره مبارکه مریم است که بلم تکو شیئا، نه تو در حال عدم معدوم بودی، شیء بودی، قضیه موجبه نیست، قضیه سالبه است. همه ما هم به این معنا مبتلاییم، یعنی یه معنای سلبی را با ادبیات اثباتی بیان میکنیم. و اگر از ما سوال بکنن یه مقداری این سوال را بپیچونن، ما به صراحه اون چه که حق است بیان میکنیم. بیان زارش این است که ما اگر یه وقتی کتابی را خواستیم، به قفسه کتاب مراجعه کردیم، یا شخصی را خواستیم به دفترش مراجعه کردیم، تمام این اتاقها را دیدیم یا تمام اون قفسه ها را دیدیم، میگیم دیدم که نبود. این تعبیر رایج ماست که این دیگه ادبیات همه ماست. دیدم
که نبود. وقتی در اتاق رو باز میکنن میبینن که زید نیست، میگن دیدم که نبود. به قفسه مراجعه میکنیم کتاب نمییابیم، میگیم دیدم که نبود. کسی هم اعتراض نمیکنه که چرا اینجور حرف زدی. اما وقتی میشینیم بررسی میکنیم میگیم عدم که تحت دید نمیآید، که نبودن رو که کسی نمیبینه، که باز بگیم ندیدم که بود، نیافتم. میگیم بله حق با شماست، منتها مجاز عرفی است. این یعنی چی؟ یعنی ما قضیه سالبه را عادت کردیم به صورت قضیه موجب بیان بکنیم، وگرنه قضیه سالبه است. من ندیدم، ندیدم که نبود. در عرف انسان یه جور حرف میزنه، در کرسی تحقیق جور دیگه حرف میزنه. در خلق الاشیاء من العدم لسان لسان دعای عرفی است، اما ولم تکو شیئا لسان لسان تحقیقه، یعنی تو هیچ نبودی. بعد در سوره مبارکه روم مشابه این تعبیر هست، ولی چون در اینجا اون تعبیری که ذهن را بگزد نبود، برای دفع توهم هم کلمه دیگر را نیاورد. ولی چون در سوره مبارک روم یه تعبیری که احیانا ذهن را میگزد آمده، فوراً برای مرهم این گزش هم تعبیر دیگری دارد. در سوره مبارک روم فرمود بین که اینا که در باره معاد مشکل جدی دارن، باید بدانن که خدای سبحان مبدع را بهده گرفت، معاد را بهده می گرفت. معاد برای خدا آسان تر از مبدع است. چرا؟ برای که در مبدع، در آغاز انسان هیچ نبود، خدا انسانی که هیچ نبود او را موجود کرد. در معاد انسان موجوده، روح که از بین نمیره، بدنم که متفرقه، این متفرقه جمع میکنه، روح و بدن رو به هم مرتبط میکنه. خب این آسان‌تره دیگه. این تعبیر که ذهن را میگذرد در سوره روم آمده، آیه 26 سوره مبارکه روم به 27 اینه: و لهو من فی السماوات و الارض کلون لهو قانتو و هو الذی یبدع الخلق ثم یعیده و هو احون علی. خدا بشر را آفرید، بعد معاد حق راست دوباره زنده می کند. اعاده برای خدا آسان تر از ابتداست، احون است. ثم یعیده و هو احون علی. بعد این ذهن رو می گذرد، برای اینکه خدا طبق بیان نورانی از تعمید در نهج البلاغه فاعل لا بالحرکه، او که با حرکت و ابزار کار نمی کنه، یک با اراده کار بکن. با اراده آدم خسته نمیشه. شما الان تصور کنید یه قطره آب در ذهنتون، تصور کنید اقیانوس و آرام رو، هر دو رو تصور کردید، با اراده پدید آمده. اراده که خسته کننده نیست، اراده که یه جا سبب باشه یه جا سنگین باشه نیست، اونم در برابر قدرت ازلی خدا. بعد این ذهن را میگذد که چگونه بعضی از کارها برای خدا حین است، بعضی از کارها برای خدا احوان. چون این گزش ذهنی در آیه 28 سوره روم آمده، فوراً برای حلو فبود و لحل مثل الاعلا. ما این رو برای فهم شما گفتیم، وگرنه اونجا همه چی یکسانه. وصف اعلا مالوست، یعنی اون منزه از آن است که چیزی برای او حیم باشه، چیزی برای او احوان. همه چیز برای او یکسان حیم است، هیچی برای او دشوار نیست. یک، همه چیز آسان است و علا حد سوا آسان است، چون نسبت به قدرت نامتناهی که با اراده کار بکند همه علا وزنه باد. اما در آیه محل بحث چون نفرمود به این که اون کار آسان است و این کار آسان تر، لذا اون جواب سوال مقدر رو هم لازم نبود بگرد، لذا فرمود به این که این کار ما انجام دادیم. بعد در سوره مبارکه حل اتا هم فرمود انسان مراتب را پشت سر گذاشت. یه وقت که لاشی بود، یعنی لم یکن شیئا،
این لیسه تامه است. یه وقت مرحله بود که قابل ذکر نبود، هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، یعنی شیء قابل ذکر نبود. این شیء قابل ذکر نبودن را در بخش پایانی سوره مبارکه القیامه فرمود الم یکن نطفه من منی یمنا، مگر همین نبود که گاهی وقتی محتل میشد لباسش خیس میکرد؟ همون بود دیگر، یک چیز دیگری که نبود که. علم یکو نطفتا من منی یمنا، این منی یمنا اشاره به تحقیر اوست دیگر، این قابل ذکر نبود. ما همین رو بردیم به این صورت در آوردیم. الان صدها دانشکده است تا بفهمن انسان کیه. تازه بخش علوم تجربیش، اون کسی که متخصص چشم چپه در چشم راست اظهار نظر نمی کنه، صدها بیماریست مربوط به چشم دراز کشف نشده، این داده من به چشم میشه. تازه اینها انسان را در حد دام دارن میشناسن. درمان بسیاری از بیماری های انسان را از آزمایشگاه موش میگیرن. اینا انسان را واقعا یه حیوان ناطق میدونن. همین انسان در فرهنگ قرآن حی متعله هست، نه حیوان ناطق. حی متعله را که نمیشه با آزمایشگاه موش درمان کرد که بر اونا حلال و حرام اینها یکسان است. انسان یعنی یه حیوانی که حرف میزنه. بسیاری از بیماری ها رو مشترک بین انسان و دام میتونن، هنوز انسان را نشناختن. با اینکه انسان را نشناختن صدها دانشکده برای همین بدنه. همین علم یک و نطفت هم منبری یه یمناست. فرض این است که این دو نکتهی که در آیه 28 سوره مبارک روم هست، چون اینجا نیامده، اون جواب سوال همینجا نیامده. لکه فرمود پروردگار برای که دیگران توجیه بشن و از این گونه از دعاها ناامید نباشن، بدانند مهمترش انجام داد. الحمدلله رب العالمین.